به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا درود بیکران بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. بسیار شادمانم که بار دیگه در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان همچنان در فصل مفصل خسرو نوشین روان هستیم. شاه مقتدر ساسانی در برنامه پیشین داستان جالب شطرنج گفته شد و فرستادن شطرنج در واقع از سوی رای یا شاه هند و قنوج به نزد نوشین روان، با این شرط که اگر راز بازی شطرنج رو دانندگان ایران، آگاهان ایران، دانشمندان ایران کشف کنند، که هیچ، هندیان باز هم به روال گذشته باج و خراج گذار ایران خواهند بود. اما اگر نه، ایران باید سالانه باج و خراج برای دربار رای هند و قنوج بفرسته. هیچ داننده‌ای نتونست راز شطرنج رو کشف کنه مگر بزرگ مهر حکیم. ببینیم در مقابل این بازی، ساختن بزرگ مهر تخت نرد رو و فرستادن تخت نرد در واقع به دربار رای هند و قنوج به فرمان نوشین روان به همراه نامه و هدایا. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. سرمصدر داستان در نظر دوستان، یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. زموبد بران گونه برداشت یاد، که یک روز رستم هم از بامداد، غمی بود دلش ساز نخجیر کرد. کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. گفت بور ابرش من، به جایی برو دیاری نباشد. رخش شیهی کشید روی دو کاسه سم، چنان از جا کنده شد که تا رستم آمد بفهمد، دید از دروازه زابل هم گذشته. رسید به مرز توران، چون نزدیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر پر از گور دید. برافروخت چون گل رخ تاج بخش، بخندید و از جای برکند رخش. به تیر و کمان و به گرز و کمند، بیافکند بردشت نخجیر چند. ز خار و ز خاشاک و شاخ درخت، یکی آتشی برفروزید سخت. خب پس از آنی که بزرگ مهر حکیم راز بازی شطرنج رو کشف کرد،
تصمیم گرفت در پاسخ به بازی شطرنج که شاه هند، شاه هند و قنوج برای نوشین روان فرستاده بود، یک بازی دیگری ابداع بکنه. ببینیم این یادگار بزرگ مهر حکیم چه هست. بشد مرد دانا به آرام خیش، یکی تخت و پرگار بنهاد پیش. بزرگ مهر آمد به خانه، تخته و پرگار پیش رو گذاشت. از شطرنج و اندیشه هندوان در طرح این بازی بهره گرفت. خرد با دل خیش همباز کرد، به اندیشه مرد نرد را ساز کرد. به اندیشه مرد نرد را ساز کرد، دستگاهی ساخت به اسم نرد، مرکب از عرصه‌ای برای باختن. بنابر گزارش ها 30 مهره به نشانه 30 روز ماه و 12 خانه در هر سوی نرد به نشانه 12 ماه سال. شاهنامه میگوید که دو مهره بفرمود کردن ز آج، از آج ساختن این دو مهره رو. بر اون نقطه بنشاند هم رنگ ساج. یعنی چه هم رنگ ساج؟ یعنی دو مهره یا همون تاس بر اون نقطه بنشاند هم رنگ ساج، یعنی خالهای سیاه رنگ بر این تاس ها پدید آورد. یکی رزمگه ساخت شطرنجوار، شطرنجوار یعنی مثل صفحه شطرنج. دو رویه برا راست کارزار، بعد دو لشکر ببخشید بر 8 بحر. ببخشید یعنی تقسیم کرد. و در ادامه میگوید که در 4 سو لشکر درست کرد، همی این بران آن برین برگذشت. گهی رزم کوه و گهی رزم دشت، بر این گونه تا برکه بودی شکن. بزرگ مهر به این ترتیب و در مقابل شطرنج تخت نرد رو اختراع کرد. بدین سان که گفتم، حکیم می‌فرماید، بدین سان که گفتم بیاراست نرد. بر شاه شد یک به یک یاد کرد. تخت نرد رو آورد خدمت نوشین روان. خسرو با دیدن این اختراع در مقابل شطرنج خوشحال شادمان، دل شاه ایران از او خیره ماند، خرد را به اندیشه اندر نشاند. همی گفت کی مرد روشن روان، جوان بادی و روزگارت جوان. چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی بجست از در بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نرگوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخرد، ز مغز استخوانش برآورد گرد. پس آنگه آبی نوشید و بالشتک سپر زیر سر، به خواب عمیقی فرو رفت. سواران ترکان تنی 7-8 از آن دشت نخجیرگه برگذشت. چو در دشت مر رخش را یافتند، سوی بند کردنش بشتافتند. چو رخشان کمند سواران بدید، چو شیر ژیانان گهی بردمید. دو کس را به ضرب لگد کرد پس، یکی را سر از تن به دندان گسست. ستن کشته شد زان سواران چند، نیامد سر رخش جنگی ببند. پس آنگه فکندند هر سو کمند، که تا گردن رخش کردند بند. گرفتند و بردند به گله اسبان، هر کس در آرزوی کره ای از او. شنیدم که 40 مادیان گشن کرد، یعنی جفتگیری کرد تا یکی بارور شد. القصه رستم بیدار شد، دید رخش نیست، هرچه گشت ندیده.
خسرو نوشین روان بسیار شادمان از بزرگ مهر حکیم و اختراع تخت نرد دستور داد ساروان 2000 شتر آماده کند. در گنج پادشاه باز کردند و چه بسیار هدایا و گنجینه ها بار شترها کردند. نوشین روان فرستاده رای هند رو همون که گفتیم از هندوستان آمده بود و بازی شطرنج رو آورده بود و همراه با در واقع پیام و نامه و شرط و شروط رای هند، نوشین روان او رو احضار کرد که نامه بنوشت نزدیک رای پر از دانش و رامش و هوش و رای. سر نامه با نام خداوند جان و خرد در بیت قبل نزدیک رای هوش و رای، رای اول منظور رای هند هست، شاه هند، و رای دوم منظور هوش و خرد. خلاصه سر نامه با نام خداوند جان و خرد، اما بعد ای شاه هند و دریای قنوج و سند، فرستاده شما آمد با هدایا و چتر و پیلان، با تخت شطرنج و پیغام شما. ما پیغام به جای آوردیم، حکیم دانای ما اندیشید و پژوهید و راز بازی شطرنج را کشف کرد. کنون آمدید موبد هوشمند به قنوج نزدیک رای بلند، شتروار بار گران 2000 پسندید بار از در شهریار، نهادیم بر جای شطرنج نرد، کنون تا به بازی که آورد نبرد. دستگاه نرد را همراه با بزرگ مهر و هدایای بسیار خدمت شما فرستادیم. اگر برهمنان و دانایان هند طرز باختن نرد را یافتند که هیچ، تمام این هدایا مال شما، اما اگر نه، رای هند باید به همین اندازه بار و گنجینه به بار ما اضافه کند و بفرستد و همچنان خراج گذار ایران بماند، کند بار همراه با بار ما، بر این است پیمان و بازار ما. بزرگ مهر و کاروان و بار و بنه آماده، روز دیگر سرزدن آفتاب عالمتاب، چو خورشید رخشنده شد بر سپهر، برفت از در شاه بزرگ مهر. در شاه یعنی درگاه شاه، ابا بار و با نامه و تخت نرد، دلش پر ز بازار ننگ و نبرد. چو آمد از ایران به نزدیک رای، برهمن به شادی ورا رهنمای. آمد به نزدیک تخت رای هند، فراوانش بستود بر پهلوی، بدو داد پس نامه خسروی. پیغام شاهنشاه با او گفت، رخ رای هند چون گل شکفت از شطرنج و از کشف بازی شطرنج و ز بازی و از مهره و رای شاه. نامه نوشین روان برای رای هند خوندند. رای هند با شنیدن پیغام خسرو نوشین روان رنگ از رخسارش پرید، ز گفتار او شد رخ رای زرد، چو بشنید گفتار شطرنج و نرد. ببینیم ناشناختن دانندگان هندی بازی نرد را. آی رخش من، کشنده وجود تاج بخش، آی رخش فرخنده پی، آه رخش را بردند از دان پاک، ابا ترکش و گرز بست میان، چون این خود و شمشیر و ببر بیان، بیابان چگونه گذار کنم، ابا جنگجویان چه چاره کنم،
به پشت اندر آورد زین و لگام. همی گفت با خود یل نیک نام. چنین است رسم سرای درشت، یهی پشت بر زین، یهی زین به پشت. انواع سلاح و ابزار از جمله خود و توپین و زره، ملبس و زنجیر و دوال، ترکش تیر، چهار آینه، در و خفتان، خنجر و جندل و جوپین و کمان و شمشیر، گرز البرزگران، ناچخ و خشت پران، همه را کشید به دوش و حمایل. به هزار خون جگر رد رخش رو گرفت تا رسید به سمنگان. خبر دادند به سهرمشاه سمنگانی. شاه و بزرگان حیران و لرزان از سبب آمدن رستم به جهت احترام آمدند برای استقبال. رستم دعوت سهرمشاه به کاخ رو رد کرد. ای شهریار، مرا با این سرزمین کاری نبود. در خواب رخشم را دزدیدند، ردش را تا به اینجا یافتم. آیا رخش در سمنگان است؟ جهان پهلوان، گرچه خاک خاک ترکستان است، اما مردم این شهر ایرانیان را دوست دارند، به ویژه جهان پهلوان را عشقی تمام دارند. شما منت گذارده بفرمایید، رخش را هر که برده باشد گرفته به شما رد خواهیم کرد. در بارگاه شاه هند برای بزرگمهر جایگاهی ترتیب دادند. یکی خرم ایوان بیا راستند، می و رود و رامشگران خواستند. زمان خواست زو نامور 7 روز. رای هند از بزرگمهر 7 روز مهلت خواست. زمان خواست زو نامور 7 روز. برفت آن که بودند دانش فروز، ز کشور دبیران شایسته مرد، یکی انجمن کرد و بنهاد نرد. رای هند همونطوری گفتیم 1 هفته زمان خواست، مهلت خواست، دانایان هند رو فرا خواند که یا طرز بازی تخت نر رو پیدا بکنن و یا اینکه هیچ، اینها مجبورن که همچنان خراجگزار ایران بمانند. بزرگمهر در بارگاه شاه هند، دانایان هند جمع شدند، 1 هفته در تخت نرد دقت کردند، تأمل کردند، تفکر کردند برای پیدا کردن طرز بازی. رنج بردند اما هیچ نفهمیدند که نفهمیدند، پس به ناتوانی خود اقرار کردند. رای هند ناراحت، خشمگین از ناتوانی و ناداری اینها، 1 هفته گذشت و 2 روز هم بیشتر شد. روز 9 بیامد 9 روز بزرگ مهر، پر از آرزو دل، پراژنگ چهر، که کس را نفرمود ما را درنگ، نباید که گردد دل شاه تنگ. بزرگان دانا به 1 سو شدند، گفتند ای حکیم، ما نادانیم در این بازی، ناتوانیم، نمیتوانیم بفهمیم. چو بشنید بنشست بزرگ مهر، همه موبدان برگشادند چهر. بگسترد پیشندرون تخت نرد، همه گردش مهره ها یاد کرد. سپهدار بنمود جنگ و سپاه، هم آرایش رزم و فرمان شاه. از او خیره شد رای با رای زن، شگفتی فرو ماند زو انجمن. همه مهتران آفرین خواندند، ورا موبد پاک دین خواندند. رای هند از هر دانشی از بزرگمهر حکیم پرسید و بزرگمهر یکایک جواب داد. خروشی برآمد ز دانندگان، ز دانش پژوهان و خوانندگان، که اینت سخنگوی دا
دانند مرد، نز بهر بازی و شطرنج و نرد. بیاورد آنگه شتر 2000، همه باژ قنوج کردند بار. ز عود و ز عنبر، ز کافور و زر، هم از جامه و هم ز در و گوهر. ابا باژ یک ساله از پیشگاه، باژ یک ساله رو از کالاهای هند و قنوج، همه اینها رو بار شتران کردند و با بزرگ مهر به ایران روانه کردند. القصه رستم رو به هزار تعظیم بردند به بارگاه، بزمی گستردند آراسته. چو یک بهره از شب گذشت، سخن گفته آمد نهفته به راز. سخن گفته آمد نهفته به راز، در خوابگه نرم کردند باز. از صدای در رستم بیدار شد، دید کنیزی شمعی معنبر به دست. پا به درون گذارد آرام آرام، آمد نزدیک بالین جهان پهلوان. در پس کنیز چه ندید، بانوی 7 قلم آرایش رخسار کرده، چون طاووس مست وارد شد. 2 ابرو کمان و 2 گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. 2 رخ چون عقیق یمانی به رنگ، 2 دهان چون دل عاشقان گشته تنگ. فروهشت گیسو ز سر بر زمین، به ایزد بران ماه باد آفرین. از او رستم شیردل خیره ماند، نام یزدان به زبان آورد. بلند شد گفت کیستی؟ چون این داد پاسخ که تهمینه ام، تو گویی که از غم به 2 نیمم. جهان پهلوان، محبت تو مرا غافل از نام و ننگ کرد، وگرنه کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ کبود اندکیست. بیامد ز قنوج بزرگ مهر، برافراخته سر به گردان سپهر. سرافراز شتر 2000 آن که از پیش برد، به علاوه غیر از اون 2000 شتر و بار شتران، به علاوه کاروانی از هدایا و طرائف و ظرائف هندی، همه و همه رو به ایران برگرداند. آمد با نامه شاه هند که رای و بزرگان گواهی دهند، نزبیم که از نیک رایی دهند. که چون شاه نوشین روان کس ندید، و کس ندید چون بزرگ مهر حکیم، حکیم ایران. باژ یک ساله را از پیش فرستادیم، فرستاده شد باژ یک ساله پیش. وگر بیش باید فرستیم بیش، خبر به خسرو نوشین روان که بزرگ مهر می آید به کام و به خوبی. خسرو شاد خوشحال دستور داد امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان، از شهر، از لشکر، همه و همه بیایند برای استقبال. خیابان بندی تاغ نصرت، از بزرگ مهر استقبالی کردند شاهانه. چون آمد به درگاه شاه، او رو دربر گرفت، نوازش کرد یا نواخت. بزرگ مهر هرچه در هند دیده بود و شنیده بود، همه رو به اطلاع پادشاه
رساند. پس آن نامه رای پیروز بخت بیاورد و بنهاد در پیش تخت. نامه باز کردند، خواندند همه ایران شگفت زده، هم از دانش و رای بزرگ مهر، هم از بخت سالار خورشید چهر. کس را گفت یزدان پاک را سپاس، سپاس که هستی خردمند و نیکی شناس. همه جا زیر فرمان من است، یزدان پاک را سپاس که وزیری چون بزرگ مهر مرا عطا کرده. سپاس از خداوند خورشید و ماه، که زوی است پیروزی و دستگاه. پس نوشین روان بیش از پیش به دادگری پرداخت و کارها بر پای خرد کردن. خب بعد از این داستان، اما داستان دیگری داریم از پیدا شدن شطرنج، این بار به روایت شاهوی پیر، که اسم این داستان هست گو و تلخند، یا عنوانی دیگر داستان جمهور رای هند و پسر و برادر زادش، یعنی گو و تلخند و پیدا شدن شطرنج. ببینیم این گزارش چه هست. در اینجا حکیم فردوسی می‌فرماید بر این داستان بر سخن ساختم، به تلخند و شطرنج پرداختم. در برنامه آینده تا بگویم داستان را بیشتر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.